روسیه آمادگیش را برای میزبانی از گفتگوهای امارت اسلامی با مخالفان سیاسیش اعلام کرد. وزارت امور خارجه روسیه میگوید که در صورت توافق امارت اسلامی و چهره های سیاسی مخالف آن آماده است بر میان دو طرف میانجیگری کند. اما کابل میگوید که مخالفان جدی سیاسی ندارد و فرصت مذاکره با کسانی که از کشور فرار کرده اند از دست رفته است. تنها چند روز پس از دیدار هیئت امارت اسلامی با شمار از چهره های سیاسی مخالف آن در تهران، حالا روسیه آمادگیش را برای میزبانی از دور بعدی چنین گفتگوها اعلام کرده است. تا کنون برای چندین نشست با روسیه تماس گرفته نشده است. اما اگر بر بنیاد اصول از ما خواسته شود، ما آماده خواهیم بود تا زمینه را برای مذاکره مقام های تازه افغانستان و نیروهای مخالف آن فراهم سازیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مخالفان جدی سیاسی ندارد و فرصت مذاکره با کسانی که به گفته او از کشور فرار کرده اند از دست رفته است. بعضی کسایی که البته فرار کردن از افغانستان، آنها در زمان خود فرصت ها را از دست دادن. ما آماده مذاکرات هم بودیم در وقت و آماده گفتگو هم بودیم، ولی آنها درک نکردن وضعیت را دوستر. حالی که آنها فرار کردن از افغانستان خارج شدن، کدام تهدیدیم نیست. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی به روز یکشنبه با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و امیر اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در تهران گفتگو کرد. اما آیا برگزاری چنین نشست ها اثرگذار خواهند بود؟ بدون از گفتمان ما نمیتونیم که به یک نتیجه مطلوب برسیم. از دو خاطر ما ایره لازم میدانیم که هر مملکتی که با ما در همجواری خوب و در هر نوع مشکلات با ما یاری میکنه، ما او را ستایش میکنیم. دغه مذاکرات او خبرې ډیره مهمې دي. د طالبانو اسلامي امارت او د دې ټول مخالف ډلې او جهاتونه باید خپل اختلافات او ستونزې د سیاسي طریقه حل او پس. جامعه جهانی همواره تاکید کرده است که امارت اسلامی برای کاهش نارضایتی های سیاسی تغییرات گسترده در کابینه به میان آورد و حکومت فراگیر را با حضور نمایندگان همه لایه‌های جامعه افغانستان شکل دهد. برای بحث بیشتر روی موضوع، آقای یحیی چاوش رئیس حرکت بزرگ ملی خط میانه از مسکو را روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای چاوش سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. مسکو علاقه به میزبانی چرا و مذاکرات دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما جناب نبیل صاحب، سلام به همه بینندگان عزیز شما. مسکو تام که شما به جریان هستین، یکی از بازیگرای مهم در امور سیاسی هم در بخش بین المللی و منطقه‌ای می باشه. درست. مسکو از مدت زیاد ناظر وضعیت جاری در افغانستان است و بارها کنفرانس های ترویکا را در مسکو و در بعضی از کشورهای دیگر دایر کرده و اخیراً دو روز پیش ماریا زاخار و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که اگر طرف های افغان علاقمند باشند، میتونند که ما این زمینه و یا این فرصت برشان در مسکو مساعد میسازیم تا افغان ها یا طرف های درگیر در قضیه افغانستان در شرایط فعلی در مسکو با هم مذاکره و مفاهمه کنند. از یک طرف امارات گفته که کسانی که به قول خودشان از کشور فرار کردن فرصت مذاکره را از دست دادن، یعنی گویا با اینان مذاکره نمی کنند. پس این نشست چگونه برگزار خواهد شد؟ من فکر می کنم اعلانی که جناب ذبیح‌الله مجاهد کرد، خوب یک مقدار سر از این باید فکر شد. برای از این که اولا هیئت سیاسی طالبان قبلا در قطر وعده داده بودند که ما مذاکرات بین الافغانی بعد از حل مشکل ما با دولت افغانستان، مذاکرات بین الافغانی با افغان ها در داخل افغانستان آماده می سازیم. درست. اگر این شرایط مساعد شده، یا باید این مکلفیت خود در نظر بگیرم. و دوم این که ما فکر نمی کنم که کسی فرصت را از دست داده باشه. برای از این که فرصت مساعد نشده،
ما طرفدار نه مخالفین طالبا هستم و نه سخنگوی طالبا، ولی نظریات ما، نظریات حرکت بزرگ ملی خطمیانه افغانستان همیشه به خاطر منافع و مساله افغانستان است، به خاطر صلح و آرامش در وطن ماست، به خاطر در نظر گرفتن منافع ملی مردم ماست. منافع ملی در شرایط فعلی و مصلحت ملی در وضعیت موجود حکم میکنه که دروازه مذاکرات نباید بسته شه و فرصتها باید مساعد بسازن. امروز میبینیم که اگر نارضایتی های به وجود میایه، اگر هنوز هم در بعض نقاط افغانستان تروریسم بیداد میکنه، هنوز هم اگر انفجارا و اعمال انتحاری تروریست ها در داخل افغانستان انجام میده، این بیانگر ای است که مشکل وطن ما هنوز حل نشده. ما امروز میبینیم که افغانستان در شرایط قرار داره که در بسیار خانه های افغان ها هنوز تفنگ وجود داره. این تفنگ ها دولتی نیستن، این تفنگ ها شخصی هستن و هنوز هم در دست افراد غیر مسئول. اما آقای چاوش، مذاکرات بر چه مبنایه؟ در حالی که آن گونه‌ای که دیده می شود و ادبیات مورد استفاده از سوی سخنگوی امارت به گونه است که حتی گویا حاضر به مذاکره هم نیستند، پس چگونه مذاکره و بر چه اساس صورت بگیرد؟ خب من فکر می کنم که مذاکره، مفاهمه، جستجوی راه‌های صلح، این خود از یک امر اسلامی است. دروازه مذاکره و مفاهمه در اسلام بسته نیست و همیشه باز است به خاطر منفعت مسلمین، و این برای ازیا از نگاه شرعی یک فرض است که با مخالفین خود باید مذاکره کنند و باب مذاکره را باید همیشه یا باز داشته باشند. این که اگر تعداد از کشورهای مانند روسیه و بعضی کشورهای دیگه که در قضیه افغانستان در شرایط فعلی آنقدر میخواهند که طرف واقع نشند، طرف یک جهت نگیرند ولی با طرف های مختلف تماس داشته باشند و شرایط مساعد بسازند، یک وریانت خوب است، یک اقدام نیک است، اقدام شایسته است. ما یک تایید میکنیم، تایید به واسطه که یک فضا مساعد میشه و یا با یک اعتماد گفر میگن که امکانات عزیز دارن تا مخالفین مسئله تحریک طالبا و دولت امارت مساعد بسازند و یا دور یک میز بشونند تا یا اینها با همدیگر مذاکره کنند، مفاهمه کنند. مذاکره و مفاهمه شرایط بهتر در داخل افغانستان مساعد میسازه. اون روز نه تنها مذاکره با مخالفینی که فرار کردند یا در تاجیکستان هستند یا در ایران یا در پاکستان یا در ترکیه و جای دیگر، بلکه طالبا باید با مذاکرات بین الافغانی با خود افغانها هم در داخل افغانستان باز کنند. ولی تنها با انتقال پیام این که این مخالفین دوباره برگردن به افغانستان و مشکل امنیتی متوجهشان نیست، آیا مشکلات افغانستان و اختلافهای جریانهای سیاسی در افغانستان با چنین انتقال پیام حل خواهد شد؟ خوب همونطور که میبینین طرفهای مخالف نه تنها ادعای امنیت و برگشتن رو ندارن، اونها ادعای ازیر دارن که باید در ادارات قدرت، در حلقات قدرت هم یا اونها یا نمایندهایشان یا حتی علاقمندهایشان باید سهیم و شریک باشن. ای یک جهت موضوع در رابطه به حل مسئله ملی است. این موضوعات برمیگرده به مشکل ملی در داخل افغانستان و حل مسئله ملی. درست. اگر مذاکرات صورت بگیرد، با چه شکل و چگونه باید صورت بگیرد؟ این مذاکرات من فکر میکنم فعلا زمان از اون نیست که پس دو مرتبه حلقاتی که در گذشته به فساد و به جنایت و ظلم و بیعدالتی در افغانستان مشهور بودن و مشهور هستن او در حلقات شریک شن. این مذاکرات باید مذاکرات بسیار سازنده باشه، مذاکرات مفید باشه، به خاطر رشد اقتصاد، به خاطر تحکیم امنیت، به خاطر همکاری های افغان ها با هم دیگر، به خاطر تحکیم پایه های یک دولت، یک دولت مترقی، یک دولت پیشرفته، یک دولت مرفه در افغانستان، به خاطر این مسائل و
منافع افغانستان باید یا باید مذاکرات در نظر گرفته شه و تفاهمات بین الافغانی باید وجود داشته باشه. درست. اگر شما یک میکانیزم را برای حل بحران در اتحاد جریان های سیاسی افغانستان و موزل چندین دههی افغانستان که حل شود و منتج به یک دولت مقتدر یا تشکیل یک حکومت مقتدر شود ارائه بکنید چه خواهد بود؟ بله همونطور که شما فرمودین، درست فرمودین، بحران افغانستان بحران امروزه نیست، بحران چندین دهه است. بحران چندین دهه به یک روز حل و فصل نمیشه. بران چندین دهر یک گروه، یک سازمان، یک حزب سیاسی، یک تحریک حل کرده نمیتونه به تنهایی خود. این بحران ضرورت به همکاری همه جانبه افغان ها داره، ضرورت به هماهنگی بین شخصیت های ملی، سازمان های اجتماعی، اعضا و مترقی و بزرگای از این ملت داره که یا باید زمینه ها رو مساعد بسازن تا وطن ما به یک کشور امن تبدیل شه، وطن ما به یک مملکت تبدیل شه که دیگه کسی بر تبل جنگ در این کشور نکوبه. بس از جنگ، ممنون. بس از آدم کشی و بس از خون ریزی در این وطن. بدبختی به وطن ما بار آورده، فقر به بار آورده، عقب ماندگی به بار آورده. امروز ما بسیار یک کشور عقب مانده ایم در کاروان جهانی. سپاس از شما آقای یحیی چاوش، رئیس حرکت بزرگ خط ملی خط میان از مسکو.